راهبه بیچاره‌ای که قربانی نقشه‌های شوم یک کشیش میشه. گراسیا سلام. امروز می‌خوایم با هم فیلم ایمکیولت یا معصوم محصول 2024 رو ببینیم که یکی از فیلم‌های ترسناکیه که خیلی هم سر صدا کرد وقتی منتشر شد. امیدوارم خوشتون بیاد. بریم با هم ببینیمش. حواسمون هست برای کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم راهبه‌ای رو در حال دعا کردن می‌بینیم. حالا به اتاق راهبه اعظم میره و وقتی مطمئن میشه خوابه یه رفعه پا به فرار میذاره. میخواد کلن از این کلیسا و محل آموزش فرار بکنه. چند نفر دیگه هم دنبالشن و این راهبه موفق میشه که به زور خودش رو علای در خروجی رد کنه، اما لحظه آخر پاشو میگیرن و بدون هیچ رحمی به شکل دردناکی میشکننش. سکانس بعد میبینیم که این راهبه رو زنده زنده توی تابوت گذاشتن و هرچی فریاد میزنه هیچ کسی به کمکش نمیاد. حالا شخصیت اصلیمون یعنی خواهر سیسیلیا رو میبینیم. توسط پلیس ایتالیا داره بازجویی میشه و بهشون میگه که اومدم اینجا تا دوره آموزش کاتولیکمو بگذرونم. پلیس هم بهش خوش آمد میگه و سیسیلیا از فرودگاه میاد بیرون. ماموری اومده دنبالش و با هم دیگه به کلیسا میرن. وارد صومعه راهبه ها میشن و اول از همه هم دختری به اسم ایزابل میاد سمتش و بهش خوش آمد میگه. بعدم شروع میکنه به نشون دادن اطراف اینجا. وقتی اتاق سیسیلیا رو بهش نشون میده بهش زل میزنه و یه رفعه میگه همین الان از اینجا برو، تو نباید بمونی. اما خب سیسیلیا فهم میکنه که این دختر داره بهش حسودی میکنه و به حرفش گوش نمیده. وقتی هم که سیسیلیا میره دستشویی با دختر دیگه به اسم گوئن آشنا میشه. این راهبه داره سیگار میکشه و خب خیلی با هم دیگه خوشو بش میکنن و رفیق میشن. سیسیلیا لباس خودش رو میپوشه و حالا که آماده شده به پایین کلیسا میره، جایی که براش مراسم خوش آمدگویی ترتیب دادن. اینجا با پدر تادسکی هم آشنا میشیم. این مرد کسیه که در واقع اصلا رفتار موقع سیسیلیا و قانعش کرده که بیاد اینجا و دوران آموزشیشو بگذرونه، چون میخواست زندگیشو تغییر بده. مراسم تمام میشه و در آخر هم کاردینال سیسیلیا رو به عنوان یه راهبه معرفی میکنه. بعد مراسم هم شامی دوره هم میخورن و یه جشنی رو گرفتن که پدر تادسکی و سیسیلیا بیشتر با هم آشنا میشن. سیسیلیا توضیح میده که وقتی 12 سالش بوده یه بار با ماشینش افتادن تو آب و انگاری از مرگ دوباره به زندگی برگشته. همینم باعث شده که وقتی بزرگتر میشه تصمیم بگیره به اینجا بیاد و یه راهبه بشه. تو این مدت هم با هیچ کسی رابطه برقرار نکرده تا بتونه باکرگی خودش رو حفظ کنه. بعد پایان مراسم میبینیم که سیسیلیا تو دستشویی و صدای گریه رو میشنوه. به طرف صدا میره و راهبه رو میبینه که روی زمین دراز کشیده و داره زجه میزنه. میره طرفش و همین که چهره اون رو میبینه وحشت زده میشه. انگار این راهبه کلاً صورت نداره. راهبه مادر که مسئول رسیدگی به همه اینا هستش هم میاد طرفش، دستش رو میگیره و با هم به طرف جایگاه عبادت میرن. کنار مجسمه مسیح یه جعبه ساعتوی اون میخی در میاره و به سیسیلیا نشونش میده. میگه این میخ یکی از همون چهارتایی هستش که وقتی مسیح رو به صلیب کشیدن ازش استفاده کردن، برای همین خیلی مقدسه. اونو تو دست سیسیلیا قرار میده و میگه این به معنای بخششه، خدا همه گناهای تو رو داره میبخشه. سیسیلیا که ترسیده و میفته زمین و سکانس بعد میبینیم که رفته تا گناهای خودش رو اعتراف بکنه. هرچی کشیشی اون طرف دیواره رو صدا میکنه طرف بهش جواب نمیده. یه رفعه از پشت سر چند تا دست اونو میکشن و چشماشو که باز کنه میبینه روی تختی بسته شده و پایین پاش چند تا راهبند که مثل همونی که دراز کشیده بود انگاری چهره ای ندارن. همشون یه رفعه میان صورت این دختر رو میگیرن و با چاقی به شکمش ضربه میزنن. سیسیلیا فریاد میکشه و میفهمه همه اینها یه کابوس بودن. گوشه اتاق رو نگاه میکنه و متوجه میشه که یه آدمی وایساده و بهش زل زده داره به طرفش میاد. سیسیلیا ترسیده و سری چراغ رو روشن میکنه و این طرف هم ناپدید میشه. موقع صبحونه میرسه و میبینیم که راهبه مادر داره با همه صحبت میکنه، ولی سیسیلیا و دوستش گوئن دارن یواش یواش میخندن. راهبه هم بهش بر میخوره و سرشون فریاد میکشه و اونا معذرت خواهی میکنن. زندگی عادیشون شروع میشه و راهبه مادر بهشون یاد میده که هر روز باید چه کارهایی رو انجام بدن. از شستن لباسا بگیر تا گرفتن مرغ‌ها و گرفتن جونشون برای ناهار یا شام. علاوه بر اون متوجه بهداری اینجا میشیم که کشیش‌های سمبالا بستری شدن و یه سری‌هاشون هم هستن که باید این راهبه ازشون مراقبت کنن. توی تمام کارهای روزمره هم سیسیلیا متوجه خواهر ایزابل میشه که مدام اون رو زیر نظر گرفتتش، همون کسی که موقع ورود سیسیلیا بهش اینجاها رو نشون داده بود. امشب که سیسیلیا میخواد بخوابه متوجه یکی از کشیش‌های سمبالای بهداری میشه که اومده بالا سرش و یه دفعه موهای این دختر رو میبره. سیسیلیا که میدونه این زن سنش بالا و انگاری تو حال خودش نیست، اونو به تخت خودش برمیگردونه، اما موقع خروج از بهداری متوجه یه علامت صلیب کف پای این پیرزن میشه. یه روز دیگه میرسه و راهبا رفتن حموم و گوئن و سیسیلیا دارن با هم دیگه صحبت میکنن. گوئن در مورد زندگی قبلی صحبت میکنه و متوجه میشه که با یه پسری در رابطه بوده و این پسر خیلی اذیتش میکرده، مدام هم تهدیدش میکرده و کتکش میزده. یه روز گوئن تصمیم میگیره از خونه فرار کنه و به خاطر اینکه خیلی از دوست پسرش میترسیده دنبال یه جای
امن بوده که نتونه دستش بهش برسه. بهترین جایی هم که پیدا میکنه همین کلیسا. بعدم تصمیم میگیره که جسم و روح خودش رو وقف کلیسا و مسیحیت بکنه. وسط همین صحبت‌ها یه دفعه سیسیلی حالش بد میشه و تگری میزنه. خیلی زود به درمونگاه سومه میبرنش و در حالی که منتظره متوجه آدمی میشه که بیرون اینجا وایساده و به سر زده. میره دم پنجره که یه دفعه پرنده‌ای به شیشه برخورد میکنه و میفته زمین. مادر راهبه میاد دنبالش و به اتاق میرن که مسئولای سومه و کلیسا منتظرشن. با همگه صحبت میکنن و کارنیوال ازش میپرسه که زیر تعهدات به مسیحیت زدی و کسی رابطه داشتی، ولی این دختر میگه نه، من همچنان باکرم و با هیچ کسی نخوابیدم. پدر تدسکی که ازش میپرسه که قبل اینکه بیای اینجا چی، قبل اینکه تعهداتو شروع بکنی اون موقع با کسی رابطه داشتی؟ و بازم میگه که نه، با هیچ کسی نبودم. با هم دیگه به اتاق دکتر میرن و حالا با استفاده از دستگاه سونوگرافی چیز عجیبی رو میفهمن. سیسیلیا باردار شده. پدر تدسکی انگاری عجیبترین خبر زندگیشو شنیده و میگه که انگاری مریم مقدس دوباره داره تکرار میشه. دختری که باکر است ولی الان یه بچه توی شکمشه. حتی آزمایش‌های مختلف انجام میدن و مطمئن میشن که هنوز با هیچ کس این دختر نخوابیده. خیلی سریع هم مراسمی رو ترتیب میدن و از خدا به خاطر اتفاقی که افتاده تشکر میکنن. البته که تو این مراسم ایزابل و دوست صمیمی سیسیلیا یعنی گوئن با ترس و وحشت دارن نگاهش میکنن و انگاری میدونن یه جای کار میلنگه. حالا دوباره روزها میگذرن و سیسیلیا هر روز متوجه چیز عجیبی تو دوران باردارش میشه. مثلا یه بار وقتی داره بالا میاره یکی از دندوناش هم میفته یا دردهای خیلی شدیدی میگیره. چند روز بعد توی حموم دراز کشیده و داره استراحت میکنه که یه رفعه ایزابل بهش حمله میکنه و سرشو میکنه زیر آب، میخواد خفش بکنه که راهبای دیگه سر میرسن و موفق میشن که این دختر رو نجات بدن. در حالی که ایزابل رو دارن میبرن فریاد میزنه و به سیسیلیا میگه من باید جای تو میبودم، تو حق منو گرفتی. وقتی هم که پیش دکتر سومه میبرنش و مطمئن میشن که بچه سالمه، سیسیلیا پدر تادسکی میپرسه ایزابل چرا این کارو کرد، منظورش از اون حرفا چی بود، و پدرم بهش میگه که ایزابل بهت حسودی میکنه چون میدونه که تو الان یه جایگاه خیلی خاصی بین مسیحیت پیدا کرد. یه لحظه هم سیسیلیا سوال میکنه که نمیخواد بریم شه دکتری خارج از اینجا، شاید آزمایش های اشتباه بشن. اما پدر تادسکی انگاری بهش برمیخوره و میگه هیچ دکتری بهتر از دکتر این سومه نیست. بعد این اتفاقا سیسیلیا داره توی حیات سومه قدم میزنه که متوجه دو تا از همون زنهایی که انگاری چهره ندارن طبقه بالای همینجا میشه. لحظاتی بعد صدای فریادی میشنوه و اون طرف حیات میبینه که ایزابل از بالای ساختمون خودش رو میندازه پایین. همه وحشت زدن و بعد جمع کردن قضیه راهبا دارن با هم قدم میزنن که گوئن دوست صمیمی سیسیلیا بهش میگه حواست باشه، به هیچ کس اعتماد نکن، همه اینا انگار یه چیز خیلی مهمی اما دارن مخفی میکنن. به پدر تادسکی میرسن، گوئن دیگه نمیتونه دووم بیاره، شروع به فریاد کشیدن سر همه میکنه و میگه چرا اینقدر ساکتید، برای هیچ کدومتون سوال نیست که چرا این اتفاقا دارن میافتن، چرا ایزابل اونطوری افتاد و صورتش انگاری نابود شده بود، چرا اصلا سیسیلیا باردار شده. همین لحظه است که پدر تادسکی با کمک یکی دیگه از کشیشها گوئن رو به زور با خودشون میبرن. شب شده و سیسیلیا با آرومی از اتاقش میاد بیرون، وارد اتاق مدیریت اینجا میشه و وقتی متوجه میشه هیچ کسی حواسش بهش نیست میره سراغ کمدها. خیلی زود پرونده خودش رو پیدا میکنه و متوجه یه روزنامه از زمان 12 سالگی خودش میشه و اتفاقی که براش افتاده بود. این یعنی از قبل تمام افراد کلیسا از جمله پدر تادسکی از این قضیه خبر داشتن و علیکی تظاهر میکردن که از شنیدن اتفاقی که قبلا براش افتاده متعجب شدن. صدای فریادی از طرف دیگه میاد که سیسیلیا دنبالش میکنه. به در نیمه بازی میرسه و اون طرف چند تا از اون زنهایی رو میبینه که چهرهشون انگاری کاملا با پارچه پوشوندن. وسطشون هم گوئنه که به زور نگهش داشتن. یکی از زنها به طرفش میره و با بیرحمی زبون گوئن رو کلا میبره. سیسیلیا وحشت دست و عقبکی راه میاد که یه رفعه یکی از راهبایی که توی بهداری بستری بوده پشتش ظاهر میشه و دستش جلوی دهن سیسیلیا میگیره. بهش میگه هیچی نگو و اونو با خودش به طرف دیگه میبره. این زن همونیه که موی سیسیلیا رو بریده بود و حالا موی اونو دور یه صلیب پیچیده و اینو تحویل خود سیسیلیا میده. این دختر بهش میگه که لطفاً کمکم کن فرار کنم. اما زن بهش میگه که هیچ کس نمیتونه از این انجمن عجیب و غریب فرار بکنه. روز بعد میرسه و صدای فریادهای سیسیلیا رو میشنویم. سری کشیشا به اتاقش میرن و متوجه خون زیادی میشن که روی شکم و تخت این دختر ریخته. پدر تادسکی وحشت زده سیسیلیا رو بغل میکنه و تصمیم میگیرن ببرنش به بیمارستان. در حالی که اونا توی راهن یکی از پرستارها به اتاق سیسیلیا اومده و داره براش دعا میکنه که یه رفعه متوجه بوی عجیبی از خون روی تخت میشه. شروع به گشتن میکنه و زیر تخت یه پارچه خونی رو میبینه که توی اون جنازه یه مرغ پیچیده شده. یعنی سیسیلیا همه اینا صحنه سازی کرده تا بتونه فرار کنه.
پرستار که اینو فهمیده سریع پدر تادسکی زنگ میزنه و قبل اینکه بیمارستان برسن خبر رو بهش میده. پدر تادسکی عصبانی دستور میده ماشین رو نگه دارن و سیسیلا که میفهمه که لو رفته درو باز میکنه و سریع پا به فرار میذاره. البته که پدر تادسکی و دوستش موفق میشن که اونو نگه دارن و برش گردونن به سومه. وقتی هم که برمیگرده مادر راهبه اونو میبره حموم و با عصبانیت خون از بدنش میشوره و سرش فریاد میزنه که دیگه نباید از این کارها انجام بده. سکانس بعد سیسیلیا رو به ویلچری بستن و اونو جلوی عبادتگاه قرار دادن. پدر تادسکی میخی که از مسیح به جامونده رو برمیداره و سمتش میاد. به سیسیلیا میگه من قبل اینکه کشیش بشم یه متخصص ژن شناسی بودم. وقتی به اینجا اومدم و میخی رو دیدم که خون مسیح روش ریخته بوده، تمام 20 سال اخیر رو سرش وقت گذاشتم تا بتونم یه نمونه از DNA اش تولید بکنم. آزمایش‌های مختلفی انجام شد و می‌خواستم یه بار دیگه مریم مقدس رو به وجود بیارم. تو تنها کسی هستی که اینقدر طولانی تونستی دووم بیاری و با هم دیگه به زیر زمین این صومعه میرم. اطراف اینجا شیشه‌های پر از جنین‌هایی که ظاهری فوق‌العاده عجیب غریب دارن. سیسیلیا میپرسه می‌خواد چیکار بکنی؟ وقتی که جلوتر وامیستن، پدر تادسکی صلیبی رو داغ می‌کنه و کف پای این دختر قرار میده. دقیقاً شبیه علامتی که کف پای خیلی از سمبل‌های توی بهداری وجود داشت، یعنی تمام اون‌ها هم سوژه‌های آزمایشی این مرد بودن. با پایان این کارم سیسیلیا رو توی اتاق میندازن و درو قفل می‌کنن تا زمان زایمانش برسه. یه مدت بعدم کاردینال به دیدنش میاد و سیسیلیا داره با نفرت به سوال‌های اون جواب میده و در همین حال می‌بینیم که ناخونی از دست خودش با عصبانیت می‌کنه. ساعتی بعد اونو به درمانگاه می‌برن تا یه بار دیگه با سونوگرافی مطمئن شن که بچه سالمه. اینجاست که یه لحظه دکتر میره بیرون و مادر راهبه کنار سیسیلیا وایساده. سیسیلیا یه رفعه صلیبی را کنار خودش برمی‌داره و با بی‌رحمی حمله می‌کنه. اینقدر به سر مادر راهبه ضربه می‌زنه که مغزش کلاً متلاشی میشه. سیسیلیا می‌خواد از اتاق خارج شه که همین لحظه کیسه آبش پاره میشه. با درد میره بیرون و متوجه کاردینال میشه که گوشه ای وایساده. نزدیکش میشه و با استفاده از گردنبند صلیبی که خودش گردنش انداخته اونو خفه میکنتش. همین لحظه هم دکتر میاد و وقتی که صحنه رو میبینه از وحشت پا به فرار میزنه. سیسیلیا با درد وحشتناکی که داره خودش رو به زیر زمین صومعه میرسونه. کلی گازولین و تینر پیدا میکنه و همه رو کف این آزمایشگاه میریزه که پدر تادسکی تمام زحمات 20 سال اخیرش رو توش گذاشته. وقتی میخواد آتیشش بزنه پدر تادسکی سر میرسه. یه انقباض دیگه برای سیسیلیا رخ میده و داره فریاد میزنه که پدر تادسکی میاد جلو و فندک رو از دستش میگیره. با همدیگه درگیر میشن و سیسیلیا موفق میشه که با یه فلاکس از روی میز به سر پدر تادسکی بزنه و سریع از اتاق خارج شه. میخواد درو ببنده که مرد دوباره سر میرسه و اونو نگهش میداره. با همدیگه درگیرن و سیسیلیا فرصت استفاده میکنه و یه بار دیگه فندک رو روشن میکنه، میندازه زیر پاش و تمام اتاق آتیش میگیره. سریع در فاصله میگیره و پدر تادسکی با عصبانیت داره به در میکوبه که در آخر هم موفق میشه بشکنتش. اما همین فرصت کافیه که سیسیلیا پا به فرار بذاره و خودش رو به یه راه مخفی میرسونه که به زیر این صومعه میرسه. یه جایی که پر از دخمه های مختلف، پر از اسکلت و جنازه های انسان. این وسط با جنازه دوست صمیمی خودش گوئن هم یه لحظه مواجه میشه که خیلی میترسه. طرف دیگه همین دخمه ها جایی کند شده رو میبینه که نور خورشید ازش میتابه. با امید به طرفش میره که یه دفعه پدر تادسکی با صورتی سوخته سر میرسه و اونو میندازتش زمین. شروع به خوندن یه سری دعا میکنه و در همین حال تیغ جراحی عجیبش در میاره. اونو رو شکم سیسیلیا قرار میده و همین که برش شروع میکنه یه دفعه سیسیلیا سمتش حمله میکنه. عجیب پدر تادسکی میخیو برمیداره که قبلا به مسیح زده بودنش. با همون به گردنش میکوبه و موفق میشه جونش رو بگیره. حالا با هر زحمتی که هست خودش رو از اینجا خارج میکنه و در حالی که زیر نور خورشیده از درد میفته رو زمین. زمان زایمانش رسیده و با فریادهای زیاد موفق میشه این کار رو انجام بده. اما همین که نگاهش به بچه متولد شده میفته خوشکش میزنه. از صداهایی که میاد متوجه میشیم که قطعا شبیه انسان نیست و یه مشکلی توی ژن به وجود اومده. سیسیلیا با دندونش بند ناف رو میبره، به طرف دیگه میره و سنگی رو برمیداره و به طرفش میاد. میبره بالا و با فریادی اولین ضربه رو میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. در مورد این مکیوله یه چیزی که باید خیلی بهش دقت کنیم پایان بندیشه. خب یه برداشت خیلی عادی داره که یعنی ما میبینیم یه دختری که بچهش رو به دنیا آورده و حالا به خاطر اینکه اصلا معلوم نیست چی باشه، ممکنه غیر انسان باشه، ممکنه یه قیافه خیلی درب و داغون داشته باشه، به هر حال آزمایشگاهی تولید شده. به تمام این دلایل میتونه نخواد نگهش داره و جونش رو بگیره، یا به خاطر اینکه میترسه در آینده چه بلایی قراره سر این بچه بیاد، به خاطر اینکه به هر حال توی شرایطی هستش که ممکنه این راهبا ازش بگیرنش و مثل خودش مثل موش آزمایشگاهی باهاش برخورد بکنن، یا بخوان ازش یه مسیح مثلا به زور تولید بکنن و بگن چون
کنی اینطوری به دنیا اومده پس قطعاً مسیحه. اما پایان بندی که به نظر میخوره عمیق‌تره و خب از همچین فیلم دارکی یه همچین برداشتی هم میشه کرد. ما داریم شخصیتی میبینیم که شباهت فوق‌العاده زیادی به مریم مقدس داره و خب بچه‌ای که به دنیا آورد هم میشه کی؟ میشه مسیح. فیلم میخواد حالا بگه که اگر مریم مقدس اتفاقهایی براش میافتاد که میفهمید در آینده چه بلایی قرار سر مسیح بیاد. ما این شخصیت اصلیمو میبینیم که دقیقاً بلاهایی که سر مسیح اومده داره تجربه میکنه. حتی رو پاش مثلا یه صلیب میزنن به نشونه صلیب کشیده شدن مسیح، یا اتفاقاتی که کلاً روی دیگه از انسانیت و کثافت‌کاری‌هاش رو به چشم میبینه. حالا فیلم میگه که اگر اون موقع سالها پیش مریم مقدس با این چیزها مواجه میشد، شاید اصلاً جلوی تولد مسیح رو میگرفت و نمیذاشت که وارد دنیای این آدم‌های خیلی وحشی بشه. به نظرم خیلی محتوای دیپ و عمیقیه و قشنگم به نمایش میاد. چون ما داریم تو تمام مدت میبینیم که چه بلاهایی سر این دختر داره میادش و به تصمیمش انگار یه جوری احترام میذاریم، میگیم که آفرین کار درست تو کردی. و اگر که سالها پیش همچین اتفاقی برای مریم مقدس هم میافتاد، آیا همچین حرفی رو میزدیم؟ الان که میدونیم چه بلاهایی قرار سر مسیح بیاد، چه جوری قرار به صلیب بکشنش و در آخر از بین بره؟ به نظرم سوالیه که با دیدن این فیلم باید از خودمون بپرسیم و اگر جوابمون اینه که آره میتونست همچی کاری رو بکنه، یعنی واقعا از انسانیت ناامید شدیم، دیگه فهمیدیم که چقدر کثافت‌کاری داره توی دنیا رخ میده. از لحاظ اسلشر هم از این فیلم خوبیه. از اول تا وسطش یه مقدار جامپ اسکرهاش زیاده. اگه از فیلم های جامپ اسکر داره خوشتون نمیاد نبینیدش، ولی اگه دوست دارید حتما بهتون پیشنهاد میدم. از نصف به بعدش کلا فیلمش فضای دارکتر و اسلشر میگیره. به نظرم خاطر همینم طرفدارای هر دو تا ژانر مختلف میتونن بیان سمتش و ازش لذت ببرن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما یه کامنت انگلیسی بذارید چون یوتیوب داره کامنتا رو میپرونه. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.